انتخابات سراسری پارلمانی بریتانیا که امروز پنجشنبه از ساعت هفت صبح آغاز شده تا ساعت ده شب به وقت محلی به پایان خواهد رسید. شهروندان در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی که زیر چتر بزرگ بریتانیا گرده هم آمدند، امروز 17 اردیبهشت ماه پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در برهه‌ای حساس و سرنوشت ساز از تاریخ این کشور تکلیف یکی از تنگا تنگ ترین رقابت های انتخاباتی این کشور را رو روشن کنند. آنان امروز سرنوشت 650 کرسی پارلمان این کشور را تعیین خواهند کرد. در این رایگیری برای اولین بار شهروندان این امکان را یافتند که از طریق اینترنت هم بتوانند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند. نزدیک به 50 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات این دورند. نتایج اولیه انتخابات تا نیمه شب مشخص می شود اما برای اعلام نتایج نهایی انتخابات باید تا عصر جمعه منتظر ماند. بر اساس آخرین نظرسنجی های پیش انتخاباتی که دو روز پیش از برگزاری انتخابات منتشر شد، رقابت آنقدر نزدیک و شانه به شانه است که هیچ حزبی نمیتواند اکثریت قاطع کرسی های پارلمان را به دست آورد و پیروز قطعی انتخابات باشد. تشکیل دولت بعدی بستگی به این دارد که کدام یک از احزاب به تنهایی یا با اطلاف با دیگر احزاب اکثریت کرسی های پارلمان را به دست بیاورند. یک حزب برای پیروزی در انتخابات باید 326 کرسی پارلمان را به دست آورد و در صورتی که هیچ حزبی موفق به کسب این میزان رأی نشود ملکه بریتانیا از رهبر حزبی که بیشترین تعداد کرسی ها را کسب کرده درخواست خواهد کرد که دولتی ائتلافی تشکیل دهد تا دا زمان تشکیل دولت ائتلافی نخست وزیر کنونی به کار خود ادامه خواهد داد در انتخابات پیشین در سال 2010 حزب محافظه کار توانست 307 کرسی پارلمان را به دست آورد و به این ترتیب دیوید کمرون رهبر این حزب با اطلاف با لیبرال دموکرات ها به نخست وزیری رسید. یک تفاوت مهم این انتخابات با انتخابات گذشته این است که احتمالا ملیگرایان اسکاتلندی که خواستار جدایی این کشور از بریتانیا هستند سومین حزب بزرگ پارلمان خواهند بود و نقشی مهم در دولت اطلافی خواهند داشت. تکلیف دولت جدید بریتانیا باید تا 11 روز دیگر و پیش از تشکیل جلسه مجلس عوام مشخص شود. ملکه الیزابت قرار است روز ششم خرداد ماه برنامه دولت جدید را رسما در پارلمان بخواند. ملکه در بریتانیا رسما ریاست هیئت دولت را بر عهده دارد اما این فقط عنوانی سوری است و او با انتصاب نخست وزیر قدرت سیاسی را تفیز می کند. علاوه بر انتخابات سراسری برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام امروز همچنین سرنوشت 9000 کرسی شوراهای محلی در 279 حوزه انتخابیه در اکثر شهرهای انگلستان جز لندن مشخص می شود. شهرداران چند شهر نیز انتخاب می شود. در زمان برگزاری انتخابات محدودیت های خبری برقرار است و بر اساس آن شبکه های خبری رسمی نمی توانند هیچ خبر یا گزارشی را که بر تصمیم رای دهندگان تاثیر داشته باشد پخش جانکری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در آغاز سفری دو روزه وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه شب با محمد بن نایف ولیعهد عربستان دیدار کرد و امروز پنجشنبه قرار است با ملک سلمان پادشاه این کشور گفتگو کند دیدار دیشب نخستین ملاقات کادر رهبری جدید عربستان سعودی با مقام های آمریکایی است آقای کری قرار است با مقام های سعودی از جمله در مورد شرایط و امکان ایجاد وقفه ای انسانی در حملات هوایی علیه حوسی ها برای کمک رسانی به مردم یمن گفتگو کند شرایط در یمن طی هفته های گذشته رو به وخامت بیشتری گذاشته است و 22 سازمان امدادی هشدار دادند که کمک رسانی های آنها ممکن است به زودی به دلیل کمبود سوخت کاملا متوقف شود جان کلی پیش از سفر خود گفته بود ما درباره امکان وقفه در حملات هوایی و چگونگی آن بحث خواهیم کرد و به شدت نگران شرایط انسانی در یمن هستیم در حال حاضر بحرانی که حل آن ضروری است بحران انسانی است گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور نیز بیش از هر چیز بر یمن ایران سوریه و نشست پیشروی شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا متمرکز است خبرگزاری فرانسه میگوید وزیر خارجه دولت یمن که در عربستان است به خبرنگاران گفته امیدوار است دیداری با جانکری داشته باشد نمایندگی یمن در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل خواستار عملیاتی زمینی برای جلوگیری از پیشرفت حوسی ها شد این نمایندگی در عین حال از سازمان های بین المللی ناظر بر حقوق بشر خواسته است تا آنچه خشونت های وحشیانه از طرف شورشیان نامیده را ضبط و منتشر کنند به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به نقل از دفتر حقوق بشر سازمان ملل از 26 ماه مارس و آغاز حملات هوایی نیروهای اعتلاف به رهبری عربستان سعودی دست کم 646 غیر نظامی کشته و حداقل 300 هزار نفر نیز مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. نماینده یمن در سازمان ملل توضیح نداده است منظور از استقرار نیروی زمینی چه نیرویی است پرتاب موشک از سوی شورشیان به شهر مرزی نجران در عربستان نیز برای دومین روز ادامه داشته که به گفته مقامهای آن کشور چهار قربانی غیر نظامی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز ساکنان شهر عدن گفتند که درگیری میان شبه نظامیان حوسی و هواداران منصور حادی همچنان در جریان است. آقای هادی ماه پیش از عدن به عربستان رفت. همزمان با دیدار جانکری از عربستان سعودی منابع آمریکایی تایید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در صدد است که برای دفاع موشکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سیستم دفاع ضد موشکی را در این منطقه توسعه داده و این کشورها را تحت چتر حفاظت سیستم دفاعی ضد موشک های بالستیک قرار دهد به گزارش رویترز این ضرورت در جلسه ماه سپتامبر سال گذشته میلادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت در آن جلسه چالش های امنیتی طرفین به ویژه خطر موشک های بالستیک مورد تاکید قرار گرفتند برای مقابله با این چالش امنیتی تصمیم گرفته شد که سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی در خلیج فارس استقرار یابد این اظهارات آمریکا زمانی انتشار مییابد که منطقه در سایه مسابقه تسلیحاتی قرار گرفته است و هفته آینده سران کشورهای خلیج فارس به دعوت آمریکا با رئیس جمهوری این کشور در کمپ دیوید گرد هم می آیند تا روی کلیه چالش های امنیتی منطقه خلیج فارس و آمریکا به بحث و تبادل نظر بپردازند در همین حال در تهران حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه امروز گفت ما به آمریکا هشدار می دهیم که جمهوری اسلامی برای جنگ های طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی قدرت سازی کرده است آقای سلامی در گفتگویی با بخش خبر تلویزیون ایران گفته است دوران به کار بردن قدرت نظامی پایان یافته و آمریکا نباید پیروزی های گذشته خود بر ارتش های پوسیده که شبیه مانور بدون دشمن و شوی نظامی بود را با درگیری با ایران عزیز و اسلامی مقایسه کرده و دچار خطا در محاسبه و اشتباه در برآورد شوند جانشین فرماندهی کل سپاه همچنین گفت توصیه ما به تیم هسته ای این است که اگر آمریکا دوباره با ادبیات ارعاب تهدید و تحقیر در مذاکرات به دنبال برتری طلبی سیاسی بود میدان مذاکرات را ترک کنند و افزود آنها این قضیه را به ما بسپارند تا در فضای تهدید با آنها تعیین تکلیف کنیم و کار را ادامه دهیم سخنان آقای سلامی در حالی ابراز شده است که یک روز پیش از آن علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در حمله شدید نسبت به آنچه تهدیدهای نظامی آمریکا خواند گفت که ایران حاضر به ادامه مذاکرات در زیر شبه تهدید نیست. محمد سرفراز رئیس صدا سیما در دیدار با معاون دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو گفت بخش زیادی از بودجه خود را صرف کپیرایت و حق تولید کنندگان می کنیم. رئیس سازمان صدا سیما و آنلیر معاون دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری با یکدیگر دیدار و درباره یه مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری و کپیرایت گفتگو کردند. سازمان صدا و سیما مهمترین سازمان است که در ایران برای پخش برنامه های خود ناگزیر از رعایت کپیرایت است. مقام های سازمان کپیرایت از ابتدای هفته جاری برای شرکت در کنفرانسی دو روزه درباره اجرای مقررات کپیرایت در ایران در تهران به سر میبرد. علی جنتی وزیر ارشاد و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران در این اجلاس گفتند که طرفهای ایران ناگزیر از پذیرفتن مقررات بین المللی کپیرایت هستند. آقای سرفراز گفت بخش عمده از بودجه رسانه ملی چه در داخل و چه در خارج از کشور صرف کپی فیلم های مستند و حق پخش های مختلف برنامه ها و پخش برنامه های ورزشی و مسابقات فوتبال جام جهانی و دیگر برنامه های رادیویی و تلویزیونی می شود. رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفته است یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که کسانی که حق پخش بازی های فوتبال جام جهانی را به عهده دارند تابع رعایت قوانین و ضوابط در این زمینه نیستند و هر طور که می‌خواهند قیمت گذاری می کنند. آقای سرفراز گفت ما به هر حال برای خرید کپی این مسابقات دچار مشکلاتی میشویم و هر دوره نسبت به قبل با افزایش 200 تا 300 درصدی قیمت ها مواجه هستیم. سازمان صدا و در سالهای اخیر از پرداخت بدهی خود به سازمانهای ورزشی ایرانی نیز سرباز زده است. آقای سرافراز با اشاره به عملکرد شبکه های مختلف ماهواره و اینترنتی که برنامه های شبکه های مختلف صداسی ما را بدون مجوز پخش میکنند گفت این شبکه ها به صورت غیرقانونی از برنامه های ما کسب درآمد میکنند و ما بر این باوریم که حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی همه شبکه ها را شامل شود و نباید رعایت آن محدوده خاصی را شامل شود. آقای سرافراز گفت، شبکه پرستیبی در یوتیوب به دلیل شکایت یک انجیو یهودی در آمریکا که خواستار قطع آن شده بود قطع شد و همینطور بارها در فیسبوک این اتفاق افتاد در حالی که تصاویر و ویدیوهای گروه داعش که همه دنیا از جمله انگلیسی ها و آمریکایی ها آن را تروریست می دانند به راحتی در معرض دید جهانیان قرار می گیرد. سخنان آقای سرفراز در حالی ابراز شده است که بنابر گزارش ها ممنوعیت شبکه پرستیوی به دلیل پخش بازجویی های غیرقانونی وزارت اطلاعات از یک زندانی و همچنین در مقابل اقدام های ایران علیه پخش ماهواره ای شبکه های جهانی صورت گرفته است. معاون دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری نیز در این دیدار گفت هر کشور باید به صورت مستقل در خصوص کپی رایت سیاست گذاری کند. آن لیر گفت در واقع خرید حق رایت چالشی جدی برای سازمان های عمومی است چون کپی رایت در حقیقت شاهرگ حیاتی صنعت دسترسی به مطالب و محتواست. است. وی افسود کپیرایت یک شمشیر دوبله است که از یک طرف فرصت را فراهم می کند برای استفاده کاربران رسانه ها و از طرف دیگر با فشار دادن یک دکمه ضوابط کپیرایت نقض می شود. خانم لیر با اشاره به اینکه سازمان جهانی مالکیت فکری امیدوار است نقطه قانونی و همگرایی در این زمینه ایجاد کند گفت در واقع این سازمان بهترین وسیله است که بتوانیم در این حوزه پرچالش کاری انجام دهیم چون هیچ کشوری به تنهایی قادر نیست از پس آن بر بیاید و باید همکاری در سطح چند ملیتی صورت گیرد. در پی انتشار گاز سمی در چند نوبت در پالایشگاه شازند سه تن از کارگران کشته و گروهی نیز به دلیل مسمومیت در بیمارستان بستری شدند خبرگزاری کار ایران ایننا تازه ترین شمار کشته شدگان نشت گاز در این پالایشگاه را سه نفر عنوان کرده و از قول برادر یکی از کشته شدگان میگوید سه کارگر دیگر نیز در کما به سر میبرند دستکم سه حادثه در این پالایشگاه رخ داده است که همه موارد مربوط به انتشار و مسئولیت ناشی از تنفس گاز می شود در نخستین حادثه در روز هفتم اردیبهشت سه کارگر به نامهای محمود مولایی دهقانی و ابراهیمی بالای یکی از برج های این پالایشگاه هنگام تعمیرات در پی تنفس گاز سولفید هیدروژن بیهوش می شود برادر آقای مولایی به خبرگزاری ایرنا گفته است نیروهای آتش نشانی خود پالایشگاه که برای کمک آمده بودند نیز به دلیل آنکه تجهیزات اولیه مانند کپسول اکسیژن همراه نداشتند بالای برج بیهوش میشوند. در نهایت هر پنج نفر به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری ایرنا پانزدهم اردیبهشت ما خبر مرگ دومین کارگر گاز گرفته را به دلیل مسمومیت با گاز سولفید هیدروژن منتشر کرده بود. این خبرگزاری 16 اردی بهشت ماه شمار کشته شدگان را در نهایت سه نفر اعلام کرد. بنابر گزارش ایرنا دو نفر دیگر بهبود پیدا کردند. برادر محمود مولایی به خبرگزاری ایلنا گفته است پس از انتشار گاز در هفتم اردی بهشت در همان شب حادثه مشابهی رخ داده و هشت کارگر روانه بیمارستان شدند. حادثه سومی نیز به گفته او در پانزدهم اردیبهشت ماه رخ داده و هشت کارگر مسموم شدند که سه نفر از کارگران مصدوم در کما به سر میبرند اما حال پنج نفر دیگر بهتر است مقامهای پالایشگاه شازند خود خبر حادثه سوم را تایید کردند عباس سلیمانی مدیر روابط عمومی پالایشگاه شازند گفته است مصدومان این حادثه از نیروهای پیمانکاری پالایشگاه هستند که در حال تخلیه کاتالید از راکتور دچار مصمومیت با گاز ازاد شدند خبرگزاری ایرنا میگوید سرپرست استانداری استان مرکزی کمیته ویژه‌ای را مسئول پیگیری این حوادث کرده است اما این مقام دولتی برخلاف برادر آقای مولایی به تنها دو حادثه اشاره کرده است به گفته او توالی و تکرار حادثه لزوم پیگیری علل و مشکلات در این زمینه را ضروری کرده است. پالشگاه امام خمینی شازن در استان مرکزی واقع است. این پالشگاه بیش از 20 سال پیش به عنوان بزرگترین پالشگاه تکواهدی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح امروز پنج شنبه در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه میخوانند تجمع سکوت برگزار کردند معلمان ناراضی امروز در شهرهای سنندج همدان بندراباس ایلام زنجان کرمانشاه بروجرد سبزوار دامغان تبریز تهران شیراز اسفهان قزوین، رشت، عراک، شهر کرد، دهدشت و کوهدشت تجمع کردند. تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار می اما معلمان ناراضی در استانهای تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به سه هزار نفر می رسد. خبرنگار ایلنا حضور مأموران نیروی انتظامی در این تجمع را پرشمار گزارش کرده است. از سوی خبر میرسد روز گذشته یک نهاد نظارتی شماری از فعالان سنفی معلمان را احضار کرده است و تنها به این شرط به آنها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمی کنند. این در حالی است که رئیس جمهور سه روز پیش در تاریخ 14 اردیبهشت در آین بزرگ داشته مقام معلم گفته بود معلمان ممکن است مشکلات معیشتی داشته باشند و تلاش دولت به عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند. البته ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می شنستیم. من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می شناسم. ما مشکلات آنان را می دانیم و البته آنان نیز مشکلات ما را می دانند. در بیشتر پلاکارت هایی که معلمان در تجمعات امروز حمل می کنند، مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می شود. همچنین در پارچه نوشته هایی که معلمان حمل می کنند، شعارهایی به چشم می خورد از جمله خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون، فقر را شاید تحمل کنیم ولی فرق را هرگز، آزادی معلمان زندانی، بداغی، باغری و هاشمی وزیر بیلیاقت، استعفا، استعفا معلم فریاد میزند، رسانه سانسور میکند معلمین از فرق مینالند، نه از فقر دقدقه معلم معیشت است فریاد سکوت برای رفع تبعیز و معلم بیدار است از تبعیز بیزار است. تجمعات امروز سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می رود که به دعوت کانون سنفی معلمان ایران برگزار می شود. معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز دوباره دیگر در اسفند سال گذشته و فروردین ماه سال جاری در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند. پس از تجمعات اعتراضی فروردین ماه علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران بازداشت شد در روزهای اخیر مقام های دولتی سعی کردند با دادن وعده هایی از تجمع اعتراضی معلمان جلوگیری کنند صبح امروز یک منبع آگاه در سازمان بنادر و دریانوردی ایران اعلام کرد که کشتی مرسک لحظاتی پیش آزاد شد این منبع آگاه در گفتگو با ایرنا اعلام کرد که در مورد جزئیات آزادی این کشتی تا ساعتی دیگر بیانیه از سوی سازمان بنادر و کشتی ایرانی صادر می شود روز گذشته سازمان بنادر ایران گفته بود که حکم قضایی کشتی مسک صادر شده و این کشتی به مزایده گذاشته خواهد شد کشتی دانمارکی مرسک که با پرچم جزایر مارشال در تردد بود از نه روز پیش به حالت توقیف در بندر عباس به سر می برد. این خبر در حالی منتشر شده است که شب گذشته آمریکا اعلام کرد که به همراهی کشتی ها در تنگه هرمز پایان داده است. نابهای ایالات متحده به مأموریت همراهی کشتی های تجاری که از تنگه هرمز عبور می کنند پایان داد. مأموریتی که از هفته پیش و در پی توقیف کشتی متعلق به شرکت مرس از سوی نیروهای ایرانی آغاز شده بود. وزارت دفاع آمریکا خبر پایان مأموریت آن کشور را 16 اردیبهشت ماه اعلام کرده است به گفته سرهنگ استیو وارن سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این تصمیم در پی چند روز همراهی کشتی های تجاری آمریکایی و بریتانیایی بدون آنکه اتفاقی رخ دهد گرفته شده است او در این حال تاکید کرده است که کشتیهای رزمی آن کشور همچنان در آبهای منطقه باقی مانده به مأموریت خود در راستای امنیت کشتیرانی و دریا نوردی ادامه میدهند سرهنگ بر این میگوید تهدید مستقیمی علیه حمل و نقل تجاری در تنگه هرمز رسد نشده بود اما آمریکا کشتیهای جنگی خود را به همراهی کشتیهای تجاری فرستاد چرا که مطمئن نبودیم در آینده چه چیزی ممکن است رخ دهد همزمان با این تحولات سفارت ایران در دانمارک از ملاقات میان مالکان دانمارکی کشتی مرسک و شاکیان ایرانی خبر داده است سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در بیانیه ای اعلام کرده بود روند قضایی این پرونده در سالهای گذشته طی شده و طرفهای دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و هم مدارک خود را ارائه دادهاند و حتی نسبت به تصمیم های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند. در این بیانیه تأکید شده است در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت قرامت علیه شرکت کشتیرانی مرسک شیپینگ لاین صادر شد. بر اساس این بیانیه به طور طبیعی این کشتی پس از تصویه حساب دیون و بدهیها توسط شرکت کشتیرانی مرسک اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آبهای ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد سفارت ایران در دانمارک تأکید کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است دادگاهی در کابل روز چهارشنبه 16 اردیبهشت اردی بهش ماه پس از گذشت نزدیک به پنجاه روز چهار مرد را به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام محکوم کرد. هشت نفر دیگر به شانزده سال زندان محکوم و 18 نفر دیگر نیز از اتهام خود تبرئه شدند. در واکنش به این حکم خانواده فرخنده دادگاه را ساختگی خواندند هفته بین الملل آن را ناعادلانه دانست و فعالان حقوق بشر نیز خواستار محاکمه عاملان و اجرای عدالت هستند. همین دادگاه حکم 19 پلیس افغان را هم به اتهام قفلت از انجام وظیفه روز یکشنبه آینده اعلام خواهد کرد. صفی الله مجددی رئیس دادگاه کابل گفت حکم دادگاه نهایی نیست و مجرمین حق استیناف طلبی و فرجام خواهی دارند. فرخنده روز 28 اسفند ماه در شهر کابل به دست عده زیادی مرد که او را به آتش زدن قرآن متهم کرده بودند تا حد مرگ کتک خورد و سپس به آتش کشیده شد کمیسیون حقیقت یا به قتل فرخنده بعدا اعلام کرد که اتهام سوزاندن قرآن واقعیت نداشته و وی با یکی از دعا نویسان مشکل داشته است خانواده فرخنده در اعتراض به حکم دادگاه اعلام کردند دادگاه به شکل ساختگی و تحت فشار مقامات زورمند به هدف فری به مردم دایر گردیده است. پدر فرخنده از دولت افغانستان خواست مجرمین اصلی دستگیر شوند و جلسات دادگاه دوباره برگزار گردد. کمیسیون حقیقت ها به قتل فرخنده هم حکم آزادی 18 متهم این قضیه را غیر عادلانه خواند. فعالان حقوق بشر افغان به خبرگزاری ها گفتند تن از متهمین اصلی به نام های پهلوان، پادشاه و محمد حسن در دادگاه حضور نداشتند. قاضی دادگاه دستور دستگیری این مجرمین اصلی را صادر کرده است. زهرا نادری عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این باره گفته صدور حکم نهایی در مورد متهمین پرونده قتل فرخنده باید به دقت صورت گیرد در غیر این صورت باور مردم نسبت به نهادهای قضایی از بین می رود و احتمال تکرار چنین حوادثی بیشتر خواهد شد وی افزوده همه نگاه ها به حکمی است که قرار است روز یکشنبه هفته آینده درباره مسئولین پلیس صادر شود قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد کند ما در سه دهه گذشته عدالت را در این سرزمین گم کردیم و حالا می خواهیم قوه قضایی عدالتی را اجرا کند که مردم به با آن باور داشته باشند خانم نادری تاکید کرده ما می در کشورمان حاکمیت قانون پیاده شود از سوی دیگر سازمان اف بین الملل هم ضمن فجیح دانستن مرگ فرخنده حکم دادگاه کابل در مورد متهمان را ناعادلانه توصیف می کند. دیوید گریفیس معاون بخش آسیا و اقیانوسیه اف بین الملل می گوید مجازات ادام پاسخی برای خشونت گسترده علیه زنان در افغانستان نیست. در واقع این خود نقض حقوق بشر به حساب می آید و حکمی که صادر شده عادلانه نیست. معاون بخش آسیا و اقیانوسی یعفه بین تاکید می کند اگر در این قضیه فرخنده چیز مثبتی دیده می شود همان رشد اعتراض همگانی در تمام سطوح جامعه افغانستان در محکومیت خشونت علیه زنان است این یک واقعیت است که همه روز تعداد زیادی از زنان افغانستان قربانی خشونت می شوند ما مقامات افغانستان را سریعا دعوت می کنیم که با بنیادها و گروه های اجتماعی همکاری کرده ریشه این نوع حوادث را نشانه بگیرند و حل آن را در رأس برنامه خود قرار دهند تا جامعه به طور تدریجی مطمئن شود که شرایط برای زنان در حال بهبودی و پیشرفت است. وحید دین ارقوان عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم میگوید من از حکم اولیه خوشنود نیستم و امیدوارم در مراحل بعدی محاکمه حکمی عادلانه صادر شود محاکمه هنوز ادامه دارد و مقصرین اصلی هنوز محاکمه نشدند مسئولین پلیس که قفلت کردند باید در دادگاه محاکمه شوند بنیادها و نهادهای حقوق بشری افغانستان فعال هستند و مدارک و اسناد در شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب هم موجودند. حوزه کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان تاکید کند تحقق و اجرای عدالت در افغانستان بدون اجرای حکم اعدام بسیار مشکل به نظر میرسد اما مردم افغانستان امیدوارند دولت و نهادهای قضایی عدالت به معنی واقعی آن را اجرا کنند. سامانتا پاور نماینده امریکا در سازمان ملل به شبکه پی بی اس گفته که مشکل داعش و بحران کنونی سوریه تنها با کنارگیری رژیم اسد حل شدنی هستش. خانم پاور گفته باراک اوباما هم عمیقا به این موضوع اعتقاد داره که تا وضعیت رژیم اسد مشخص نشه حل کردن مسئله داعش غیر ممکن هستش البته میدونیم دولت ترکیه هم همواره بر این مسئله تاکید کرده و در ماهای اخیر گفتگوهای مفصلی رو با مقامات امریکایی داشته در واقع یکی از بهانه ها یا شاید دلایل دولت ترکیه از نپیوستن به اطلاف بین المللی ضد داعش همین موضوع بوده که مشخصا ترکیه معتقده تا زمانی که اراده جهانی برای کنارگیری رژیم اسد وجود نداشته باشه نبرد با داعش بیهوده هستش بر روی حالا ظاهر هم نشون میده شاید دست کم بر روی کاغذ و گفته های شفایی دیدگاه دولت امریکا و ترکیه و دیگر متحدان منطقه‌ای در این زمینه بیشتر به هم نزدیک شده سامانتا باور همچنین خطاب به دو حامی بزرگ اسد یعنی روسیه و ایران هم گفته که این دو کشور باید در نظر بگیرن که رژیم اسد دیگه مشروعیتی در داخل این کشور نداره و بحران داخلی سوریه تنها با کنارگیری اسد ممکن هست که حل بشه او گفته ایران و روسیه رو باید قانع کرد که دست از حمایت خودشون از اسد و رژیمش بردارن این سخنان خانم پاور در حالی مطرح میشه که همزمان جمهوری اسلامی ایران بر های خودش از رژیم اسد افسوده عدیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه همین دیروز اعلام کرده که ایران یک اعتبار یک میلیارد دلاری جدید رو در اختیار دمشق قرار خواهد داد و توافقهای اولیه در این زمینه صورت گرفته البته این اعتبار جدایی از یک اعتبار یک میلیارد دلاری دیگه هستش که پیشتر جمهوری اسلامی از طریق بانک توسعه صادرات در اختیار رژیم سوریه قرار داده به واقع رقم کمک های مالی و نظامی جمهوری اسلامی به رژیم اسد در طی چهار سال گذشته مشخص نیست هرچند برخی منابع اطلاعاتی این رقم رو 7 تا 10 میلیارد دلار تخمین میزنن اما مخالفین رژیم اسد هم میگن اسناد و شواهدی در دست دارن که ایران تا کنون حدود 14 تا 17 میلیارد دلار برای بقای رژیم اسد هزینه کرده اما در کش و رد و بدل شدن این گونه خبرها از آن سو هم حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که مورد حمایت مستقیم جمهوری اسلامی هستش روز گذشته مخالفین اسد در سوریه رو تهدید به حمله نظامی قریب الوقوع کرد و گفت که به زودی در منطقه قلمون سوریه دست به عملیات نظامی بر علیه جبهه النصره خواهد زد او در توجیه این اقدام گفته که گروه های وابسته به القاعده و مخالفین اسد تهدیدی جدی برای امنیت لبنان هستند و دولت لبنان توان مقابله با این تهدیدات رو نداره این ادعای حسن نصرالله در حالی مطرح میشه که از آن سو برخی تحلیلگران معتقدند عملکرد حسن نصرالله و نیروهای تحت امرش موجب شده تا کشور لبنان ناخواسته درگیر بحران سوریه بشه روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است در شماره امروز خود به دادن اجازه اکران به فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد اعتراض کرده است. بعد از گذشته بیش از یک سال ممنوعیت اکران فیلم قصه ها ساخته خانم بنی اعتماد از صبح دیروز در گروه سینمایی قدس که زیر نظر وزارت ارشاد است اکران شد. علی سرتیپی مدیر مؤسسه فیلم برداران گفت ما از سال گذشته آمادگی کامل برای اکران این فیلم داشتیم و بارها آقای جنتی و آقای ایوبی گفته بودند که فیلم مشکلی برای اکران ندارد در مورد سانسور و حذف بخشهایی از فیلم نیز او توضیح داد تا دا اونجا آنجا که من مطلع هستم هیچ تغییر و حذفی در فیلم اعمال نشده است آقای سرتیپی در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید ممکن است این فیلم نیز همچون خانه پدری پس از چند اکران کوتاه از سینما برداشته شود گفت خیر زیرا شرایط قصه ها با خانه پدری قدری متفاوت است این فیلم از ابتدا مورد تایید وزارت ارشاد و رئیس سازمان سینمایی بوده و مشکل خاصی در رابطه با اکران آن وجود نداشته است آقای سرتیپی همچنین گفته در حال مذاکره با حوزه هنری هستیم تا بتوانیم فیلم را در سینماهای حوزه نیز به نمایش بگذاریم سینمای حوزه هنری از اکران فیلم هایی که در مورد اکران آن با وزارت ارشاد اختلاف دارد خودداری می کنند. گروهی از سینماهای ایران که پس از انقلاب مصادره شدند زیر نظر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کنند. قصه ها تا کنون برنده بهترین فیلم نامه و نامزد شیر طلایی جشنواره ونیز 2014 برنده جایزه بزرگ هیئت داوران و نامزد بهترین کارگردانی جوایز سینمایی آسیا پاسفیک 2014 و همچنین نامزد بهترین فیلم بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین چهره پردازی در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 92 بوده است. روزنامه جوان در مطلبی با عنوان جنتی کم آورد نوشته حوزه هنری مانند سالهای گذشته که در مقابل فیلم های ضد نظام و ضد اخلاق گیری کرده بود این بار نیز سینمای خود را در اختیار این فیلم قرار نداده است. روزنامه جوان همچنین نوشته است قصه ها در گروه آزاد اکران شده و می تواند تابو شکنی از سوی وزارت ارشاد برای عادی شدن اکران فیلم هایی باشد که به دلیل محتوای نامناسب در توقیف به سر می برد. در خبر دیگر درباره مسئله ممنوعیت اکران در سینمای ایران گفته شده است که اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما تصمیم دارند برای حل پاره از مشکلات و رفع برخی نگرانی ها جلسه ای با رئیس سازمان سینمایی برگزار کنند. همایون اسدیان سخنگوی شورای مرکزی کانون کارگردانان در این زمینه به خبرنگار سینمایی ایسنا گفته است جلسه شورای مرکزی کانون برگزار شد و از آنجا که طی چند وقت اخیر تماسایی از سوی دیگر کارگردانان داشتیم که نگرانی هایشان را درباره پاره از موارد اعلام کرده بودند تصمیم گرفتیم برای طرح این نگرانی ها دیداری استراری با آقای ایوبی داشته باشیم این کارگردان سینما درباره نگرانی های مطرح شده از سوی دیگر کارگردانان توضیح داده این نگرانی ها عموماً به وضعیت فعلی سینما در عرصه اکران فیلم ها بی به وجود آمده در شورای پروانه نمایش نگرانی از شرایط تولید و پروانه ساخت و ترس از اعمال ممیزی های بیشتر وضعیت اکران سینماها و حتی تغییر ناگهانی دبیر جشنواره فجر که برای همه سوال برانگیز بود را شامل می شود. آقای اسدیان گفته مجموعه این مسائل نشانگر وضعیت نامتعادل سینماست و به همین دلیل شورای مرکزی تصمیم گرفت طی چند روز آینده دیداری استراری با آقای ایوبی برگزار و مسائل را به شکلی مبسوط ارائه کند. کارگردان فیلم های بوسیدن روی ماه و طلا و مس خاطر نشان کرد امیدواریم در این جلسه به نتیجه برسیم اما اگر چنین نشد ریز مطالب را از طریق نشستی مطبوعاتی اعلام خواهیم کرد